ویروس کرونا به ویژه نوع انگلیسی آن در کانون شیوعش همچنان پرشمار قربانی می‌گیرد. انگلیس به رغم اجرای واکسیناسیون و سومین دوره قرنطینه سراسری همچنان دارای بیشترین قربانیان روزانه کرونا در قاره اروپا است. در مراسم سال نو و ژانویه تجمعات و دور همی‌ها یک بار زیاد شد و در نتیجه ویروس کرونا با سرعت شروع پیدا کرد. تراکم جمعیت در این کشور هم مزید بر علت شد. حتی بر اساس گزارش‌های دولت انگلیس که ارقام آن کمتر از آمار مرکز ملی آمار این کشور است، تقریباً نیمی از حدود 123 هزار قربانی کرونا و حدود نیمی از نزدیک 4 میلیون و 180 هزار مبتلای قطعی به ویروس کرونا در انگلیس در همین 3 ماه اخیر که واکسیناسیون کرونا نیز در آن اجرا شده جان باختند و یا در دام این ویروس گرفتار شدند. فکر کنم به علت جدی نگرفتن همه‌گیری ما دچار بیشترین مبتلایان و قربانیان کرونا در اروپا شدیم. به نظرم نه تنها دولت بلکه همه مردم با سرعت و جدیت لازم به همه‌گیری ویروس کرونا واکنش نشون ندادند که نتیجه شرایط فعلی در این کشور که سلامت و اقتصاد مردم رو دچار بحران کرده. کارشناسان بهداشت و درمان در انگلیس با اشاره به تداوم افزایش پرشمار مبتلایان و قربانیان کرونا در این کشور همزمان با اجرای واکسیناسیون کرونا مدام به رعایت ضوابط بهداشتی توصیه می‌کنند. دانشمندان در انگلیس آسان‌ترین راه پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا و انواع جهش یافته اون رو استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، شستن مداوم دست‌ها و پرهیز از حضور در اجتماعات اعلام می‌کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.